که میبینی دیگه کلن زندگیشون زیر آوار مونده با این وضعیت، واقعا شرایط سختی دارن. اینجا یکی از هزار تا خونه که در شهر سیسخت به این وضع افتاده. بسم الله الرحمن الرحیم. امروز مورخ 3/11/99. همکنون که میبینید مردم ساکن مسکن عمر شهر سیسخت در این بارش برف شدید در خیابون ایستادن. به علت اینکه به گفته مسئولین هلال احمر و ستاد بحران 5000 چادر برای اسکان این مردم شریف آوردن، ولی متاسفانه 5000 چادر اصلا نمیدونه کجا رفت. آقا این وضعیت زندگی ما نه. از تو به ما گفتم برین استانداری، برین دم فرمانداری. رفتیم دم فرمانداری، گفتن آقا هلال احمر داره از مسالان دوزی کنه. رفتیم سر شب از بیت تا فلکی الله صفی، گفتن آقا بیت تا دوزی کنیم. نصف مرمه دوزی کردن، همش غریبه بی، همش غیربونی بی، نه مدیریتی بی، نه هیچ نهی. یه برسه این زندگی مردم سیزا کنیم اینو چطوره؟ از دوستشی یه نفر نومه سوال کنیم اینو اصلا شما به قول معروف چادر دارید، چه دارید، سرپوش دارید، غذا دارید، نونوایل همش زدید، گاز تا الان هنه من نیاره اصلا. الان نیاز اساسی تو چه نمیشه ما؟ هم یه چادر که حداقل سرپوش اصلا غذا هم میخیم، هیچ گیره، هم یه سرپوشی بود که زمت دوست دارم سرم و ماشی خودیه. آقا ممنون. دنیای سیسخت واقعا متاسفم. 11:30 شب شهر سیسخت، این هم مردم زلزله زده شهر سیسخت که همه به این شکل بیرون خونه هاشون آتیش درست کردن و تا صبح مجبورن کنار آتیش تو این سرمای منفی 5000 سانتیگراد زیر صفر تحمل کنن. شما بیایید فقط توی همین 4 ساله گذشته روند تحولات مربوط به شاخص فلاکت رو با روند تحولات مربوط به عمق بخشی به فساد توی ایران با همدیگه مشاهده بکنید. ببینید داده های رسمی میگه که اندازه شاخص فلاکت در سال 96 19.8% بود، در سال 97 با یک جهش به 39% رسید، در سال 98 به 45.5% رسید و برآوردهای سال 1399 حکایت از شاخص فلاکت بین 65 تا 70%. متناسب با این افزایش حیرت انگیز اندازه شاخص فلاکت که نشون دهنده سهل‌انگاری های نابخشودنی در زمینه پیگیری سیاست های تورمزا و اشتغال زداست، شما نگاه بکنید گزارش های رسمی بین المللی رو درباره رتبه پاکدامنی ایران. در سال 1396 ایران رتبهش 130 بود، یعنی 129 تا کشور از ایران پاکدامن‌تر بودند. در سال 97 رتبه ایران شد 138، یعنی 8 پله سقوط به سمت فاسدترین کشورها. در سال 1398 این رتبه به 146 رسید و الان که همین چند هفته پیش گزارش سال 99 رو دادن، رتبه ایران به 149 رسیده. یعنی به موازات افزایش شاخص فلاکت ما با سقوط به ورطه فاسدترین کشورهای دنیا هم روبرو هستیم.